فصل 25 و سه ماه از آن روز یک شنبه ای که دکتر بروس اعضای کلیسای خود را دعوت به تبعیت جدید از مسیح کرده بود گذشت. این سه ماه دارای بزرگترین هیجان ها برای کلیسای ناسارت بود. تا آن وقت هیچگاه کالوین بروس پی نبرده بود که عواطف اعضای کلیسای او تا چه حد عمیق است. او با کمال خوش وقتی اقرار می کرد که دعوت او با استقبال بینظیری از طرف اشخاصی واقع شد که مانند فیلیسیا تشنه چیزی بودند که فعالیت های معمولی و عادی کلیسا نمی برای آنها تمین کند. ولی دکتر بروس هنوز از طرف خود راضی نشده بود. او نمیتوانست توانست بگوید که چه محرکی در او پیدا شده و چه عاملی باعث این نهضت گردیده است. این موضوع برای کسانی هم که او را به خوبی می تعجب آور بود. اسقف بار دیگر نزد دکتر بروس نشسته و با او راجع به این مرحله مهم از تاریخ کلیسای ناسارت صحبت می کرد. اسقف گفت شما می دانید که من چرا امشب به دیدن شما آمدم. او این حرف را بعد از مدتی صحبت درباره نتایج آن عهد و پیمان در کلیسای ناسارت بر زبان آورد و در اثر حرف او دکتر بروز سر خود را تکان داد. اسخوف در ادامه گفت من باید اقرار کنم که هنوز به قول خود در طبعیت از مسیح وفا نکردم و با آن نحوی که خودم عقیده دارم نسبت به معنی روان شدن در پی مسیح اقدام نکردم. دکتر بروز در این موقع از جا برخواسته بود و در اتاق مطالعه خود قدم میزد. اسقف در حالی که دستهای خود را به یکدیگر گرفته بود در صندلی راحتی باقی ماند ولی چشمان او با پرتویی که همیشه قبل از گرفتن یک تصمیم در چشمان او ایجاد میشد میدرخشید دکتر بروس به آرامی گفت ادوارد من نیز هنوز خود را در طبعیت از مسیح راضی نکردم ولی من بالاخره تصمیمی نسبت به روش زندگی خود گرفتم برای آنکه من قول خودم را رعایت کنم باید از شبانی کلیسای ناسارت استعفا بدهم اسقف گفت من میدانستم که شما چنین کاری خواهید کرد و من امشب به اینجا آمده بودم که بگویم من نیز در مورد خودم چنین تصمیمی دارم دکتر بروس برگشت و به طرف دوست خود آمد در هر دوی آنها هیجان آتشینی پیدا شده بود دکتر بروس پرسید آیا در مورد شما همین موضوع لازم است اسقف گفت: بله اجازه بدهید دلیل خود را بگویم ممکن است دلیل های من مثل شما باشد چون یقین دارم که اینطور خواهد بود اسقف لحظه این مکس کرد و سپس با هیجان بسیار گفت کالوین: شما میدانید که من چند سال است عهدهدار این کار هستم و از مسئولیت های آن نیز با خبر می باشید. من نمیخواهم بگویم که زندگی من خالی از گرفتاری و قصه بوده است ولی من همیشه نوعی زندگی کرده ام که مردم فقیر این شهر آن را زندگی راحت و بلکه زندگی مجمل می نامن. من همیشه منزل مجللی داشتم و بهترین غذاها را می خوردم. تا به حال دو مرتبه توانستم که به خارجه بروم و از بهترین هنرها و موسیقیها و وسایل فرهنگی تمتع ببرم و هیچ وقت نفهمیدم که بدون پول و ثروت بودن چه معنی دارد. من نتوانستم در این روزهای اخیر از پرسیدن این سوال از خود منصرف شوم که من چه فداکاری برای مسیح کردم؟ به پولس گفته شد که برای پیروی از مسیح چه فداکاری های بزرگی باید انجام دهد. مکسول حق دارد که در رایمون میگوید گوید پیروی از مسیح مستلزم فداکاری است. من تا به حال چه فداکاری کردم؟ اگر زندگی خودم را با زندگی پولس یا هر کدام از شهدای قرون اولیه مقایسه کنم می بینم که زندگی من پر از لذت و گناه و تجمل بوده است. من نمیتوانم چنین زندگی را بیش از این تحمل کنم. در من اکنون عاملی ایجاد شده است که این گونه پیروی از مسیح را محکوم می نماید. من تا کنون در پی او روان نگردیدم. من در طرز فعلی زندگی کلیسایی و اجتماعی خود هیچ گونه چاره‌ای در مقابل این محکومیت نمی بینم جز که تمام زندگی خود را صرف احتیاجات مادی و معنوی فقرای بدترین نواحی این شهر بکنم. اسقف در این موقع از جا برخاست و به کنار پنجره رفت. خیابان جلوی آن خانه مثل روز روشن بود. او آبرین را تماشا کرد سپس روی خود را بازگردانید و با هیجانی که نمودار آتش فشان درونی او بود گفت کالوین این شهری که ما در آن زندگی می کنیم خیلی وحشتناک است خودخواهیها و گناه ها و بدبختی های آن مرا بهش اشمعزاز می آورد من سالیان دراز با این ترس زندگی کردم که یک روز مجبور شوم تجملات زندگی خود را رها کنم و با بتپرستی جدیدی که در این قرن حکمفرما فرما گردیده است مبارزه بنمایم شرایط موهش زندگی زنان در بعضی از محلهای صنعتی و ظلم وحشیانه ی بعضی از رسوم اجتماعی و ثروتهایی که تمام بدبختی های شهر را زیر پا میگذارد و وضعیت شرماور قمارخانه ها و میخانه ها و فقان بیکاران و نفرت بسیاری از اشخاص که از کلیسا چیزی جز بنای مجلل و اساسیه عالی و کشیشی که زندگی خود را به تجمل و بتالت میگذراند نمی‌بینند تمام این شداید و ناملایمات عالم انسانی با نظریات صحیح و غلطی که در آنها وجود دارد، و اعتراف هایی که نسبت به مفاسد کلیساها به عمل می آید و کدورت ها و افتضاحاتی که از آن ناشی می شود تمام اینها در مقابل زندگی راحت و آسوده‌ای که من داشته ام قرار می گیرد و در من بیزاری و نفرت شدیدی نسبت به خودم ایجاد می شود من اخیرا بارها این کلام مسیح را شنیدم که همانقدر که به یکی از این کوچکترین برادران من کمک کنید مثل این است که به من کرده اید. من چه موقع برای زندانیان یا بیچارگان و گناهکاران خدمتی کردم که مستلزم فداکاری از طرف من باشد. به جای آن همیشه از روش های معمولی کشیشی پیروی کردم و در محیط ثروتمندان و اشراف و اعیانی که عضو کلیسای من بوده اند زندگی نمودم. فداکاری من در کجا بوده است؟ چه فداکاری برای خاطر مسیح نمودم؟ آیا تو هیچ فداکاری از من دیده ای کالوین؟ من اخیرا طوری حس می کنم که میل دارم خودم را شلاق بزنم. اگر من در زمان لوتر زندگی می کردم می بایست پشت خودم را لخت بنمایم و به خودم شکنجه بدهم. رنگ از صورت دکتر بروز پریده بود. او هیچ وقت ندیده و نشنیده بود که اسقف با آن هیجان صحبت کند. سکوتی ناگهانی اتاق را فرا گرفت. اسقف دوباره نشست و سر خود را خم کرد. دکتر بروس عاقبت به سخن آمد و گفت لازم به گفتن نیست که تو احساسات مرا نیز بیان کردی من هم سال هاست که در وضعی شبیه به آن قرار دارم زندگی من هم نسبتا دارای تجملی بوده است منظور من این نیست که هیچ گونه گرفتاری و درد و زحمتی در کلیسای خود نداشتم ولی نمیتوانم بگویم که فداکاری برای مسیح کردم آن آیه در رساله پتروس دائما به نظر من می آید که گفته است مسیح برای خاطر شما رنج دید و برای شما سرمشقی قرار داد که شما نیز در پی او روان شوید. من در تجمل زندگی کردم و نمیدانم که فقر و احتیاط چیست. من فرصت مسافرت و تفریح نیز داشتم. در گرد من همیشه راحتی های گرم و نرم تمدن بوده است. گناه های این شهر مانند امواج دریا به دیوارهای کلیسا و خانه من اصابت کرده است. ولی من کمتر توجهی به آن کردم زیرا دیوارها خیلی قطور بودم. من به نقطه ای رسیدم که دیگر نمیتوانم این گونه زندگی را تحمل کنم. البته نمیخواهم که از کلیسا ایراد بگیرم زیرا کلیسا را دوست دارم و نیز نمیخواهم از آن صرف نظر کنم. من به وظایف آن معتقد هستم و قصد ویران کردن آن را ندارم. من به هیچ وجه در این راه قصد ندارم که جمعیت پیروان مسیح را به هم بزنم. اما من عقیده دارم که باید از شبانی کلیسای ناسارت استفا بدهم تا بتوانم چنان که باید و شاید در پی عیسی روان شوم. در ذهن من هیچ ایرادی از کشیش های دیگر نمیگیرم و از ایمان و عقیده ی آنها انتقاد نمی کنم. ولی من باید شخصا با مفاسد و افتضاحات این شهر مبارزه کنم. میدانم که برای این منظور باید ارتباط خود را با کلیسای ناسارت قطع بنمایم. من هیچ راه دیگری برای فداکاری در راه مسیح نمی بینم و ناچارم که در این راه فداکاری کنم. مجددا سکوتی برقرار شد این کاری که اینها قصد انجام دادن آن را داشتند کاری عادی نبود آنها هر دو در اثر یک نوع استدلال به یک نوع نتیجه رسیده بودند آنها خیلی متفکر بودند زیرا بیش از آن به وضعیت و روحیه ی اشخاص آشنا بودند که این کار را یک امر بی تلقی کنند اسقوف بالاخره گفت نقشه شما چیست و تبسمی را که همیشه قیافش را زیبا می نمود بر لب آورد. قیافه اسقف هر روز روشنتر می شود. دکتر بروس به آهستگی جواب داد نقشه من این است که خود را در معرض بزرگترین احتیاجات بشری که در شهر وجود دارد قرار دهم. خانوم من نیز کاملا در این مورد با من موافقت دارد. ما مخصوصا سعی کرده ایم که منزلی در محله ای از شهر که وجود ما بیش از هر جا ممکن است مورد استفاده قرار گیرد پیدا کنیم. اسقف که اکنون کاملا به هیجان آمده بود گفت بگذارید من جایی را پیشنهاد کنم. قیافه زیبای او در اثر اشتیاق به نهزتی که اکنون او و دوستش جز آن بودن افروخته گردید. او به سخنان خود ادامه داد و نقشهی که دارای اثرات مداوم بود بیان کرد. به قدری نقشه او عالی بود که دکتر بروس با آن همه تجربیات و شخصیتی که داشت مبهوت ماند که شخصی را میدید که دارای چنین بصیرت روحی است آنها تا دیر وقت با یکدیگر صحبت کردند و به قدری از صحبت با یکدیگر خوشحال بودند که گویی درباره مسافرت به سرزمین جدید و کشف نشده ای مذاکره می کنند. اسقف چند بار بعد از آن گفت که در آن لحظه که او تصمیم گرفت در زندگی فداکاری به نماید یک روحیه عالی و شادانی پیدا کرد که گویی باری از دوش او برداشته شده است. دکتر بروس نیز به همین علت علو روح و شادی قلب پیدا کرد. نقشه آنها وقتی که عاقبت به صورت عملی درآمد چیزی غیر از این نبود که ساختمان بزرگی را که قبلا انبار آبجو سازی بوده است کرایه کنند و ساختمان آن را تجدید بنمایند و خودشان در آنجا در قلب محله‌ای که تحت نیروهای کامل میخانه هاست و سکنه ی آن به کثیف‌ترین طرزی زندگی می کنند و پستی و جهالت و رسوایی و فقر در آن حکم فرما می باشد سکونت اختیار کنند. این عقیده چیز تازه‌ای نبود این عقیده را ایسای مسیح به وجود آورد در موقعی که خانه پدر خود را رها کرد و از ثروت خود صرف نظر نمود تا آنکه بتواند به بشر خدمت کند و در گناه های آنها شریک باشد و آنها را از گناه دور کند. نظریه اسکان عمومی چیز تازه نیست. این موضوع به اندازه بیت لحم و ناصر دارای اهمیت است. این مورد خاص بهترین راهی بود برای ترغیب این دو نفر مرد در فداکاری برای مسیح. در آنها در عین حال علاقه فوقلاده ای نسبت به نزدیک شدن به فقر مادی و بینوایی معنوی شهر بزرگی که در اطراف آنها را فرا گرفته بود ایجاد شده بود. چگونه آنها می توانستند این منظور را برآورده سازند جز که تا حدی که می توانند در آن وضعیت سهیم باشند و شریک رنج و ناراحتی اهالی آنجا بگردند چگونه ممکن بود آنها به فداکاری بپردازند جز که عملا از خودگذشتگی نشان دهند چه چیزی می توانست این از خودگذشتگی را به آنها و دیگران ظاهر سازد مگر آنکه به صورت شخصی و واقعی درآید و به شکل جدیت و کوشش برای مشارکت در گناه ها و رنج های اهالی شهر ظاهر شود آنها به این ترتیب برای خود استدلال می کردند و البته انتقادی از دیگران نمی آنها فقط سعی می کردن که عهد خود را در تبعیت از مسیح به جا آورند و کاری را که به نظرشان مسیح خواهد کرد انجام دهند. قولی که آنها داده بودند همین بود. حال که آنها مجبور بودند که نقشه خود را عملی سازند چه باکی از نتایج جان داشتند. اسقف برای خود ثروتی اندوخته داشت همه کس در شیکاگو میدانست که او ثروت سرشاری دارد دکتر بروس نیز از اوایدی که از کتابهای ادبی خود به دست آورده بود اندوخته ای داشت آن دو نفر دوست تصمیم گرفتند که قسمت عمده اندوخته خود را فوراً صرف این کار کنند و بیشتر آن را برای دایر کردن یک نمانخانه در آن ناحیه اختصاص دهند